دختری که برای جلوگیری از کشته شدن مادرش در زمان سفر میکنه. گلاسیا سلام، امروز داریم با هم یکی از فیلم‌های خوب 2023 یعنی توتالی کیلر یا قاتل تمام عیار رو ببینیم. بریم با هم ببینیمش. حواستون باشه برای کامرا صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به شهری به اسم ورنون میریم و با تاریخ اینجا آشنا میشیم. توی سال 1987 سه تا دختر به اسمای تیفانی، ماریسا و هدر به ترتیب توسط یه قاتل روانی دقیقاً توی 16 سالگیشون کشته شدن. قاتل یه ماسک هم میزده و به هر کدوم از این دختر دقیقاً 16 تا ضربه چاقو زده. از اون موقع هم تا الان که سال 2023 شده دیگه هیچ اتفاق شبیهش نیفتاده، ولی انقدر ماسک این قاتل معروف شده که توی هالووین همه دارن میپوشن. همه این اطلاعات هم مردی به اسم کریس داره بهمون میده که پاد کس جنایی داره و الان هم داره برای چند نفر قضیه رو تعریف میکنه. حالا با شخصیت اصلیمون یعنی دختری به اسم جیمی آشنا میشیم که داره حاضر میشه بره به یه کنسرت. اسم مادر جیمی هم پمه و رفیق همون سه تا دختری بوده که سال 87 جونشون رو از دست دادن. برای همین خیلی نگرانه که دخترش توی هالووین داره میره بیرون، ولی اون به هر حال میخواد کارش رو انجام بده. با پدرش بلیک هم آشنا میشیم که قبول میکنه دخترش رو به کنسرت برسونه. جیمی و پدرش راه میافتن و میرن دنبال بهترین دوست جیمی یعنی دختری به اسم امیلیا. مادر امیلیا که اسمش لورنا هم داره میره سر کار و امیلیا و جیمی سوار ماشین میشن و به سمت کنسرت حرکت میکنن. مادر جیمی یا همون پم تو خونه تنها که میبینه یه نفر با ماسک دم دره. فکر میکنه یکی از همه افراد هالووین و درو براش باز میکنه که یه دفعه طرف چاقویی میکشه. حالا سری میترسه و درو میبنده. پم از همون 36 سال پیش که این بلا سر رفیقاش اومد میدونسته که این مرد رو سراغش میاره، برای همینم کلی تمرین دفاعی شخصی دیده و خودش برای این لحظه آماده کرده. قاتل در دیگه خونه میاد داخل با همدیگه درگیر میشن. پم خوره خودش دفاع میکنه و موفق میشه چند تا ضربه بهش بزنه که در آخر هم به پلیس زنگ زدم و یه لحظه مرد فرار میکنه، اما حالا از در دیگه میاد داخل و موفق میشه با 16 تا ضربه چاقو جون پم رو هم بگیره. اتفاقی که باعث گریه و ناراحتی خیلی زیاد جیمی میشه و در همین حال میبینیم کریس داره بیرون از خونه توی پادکستش این صحنه رو ضبط میکنه. روز بعدی از جیمی و دوستش امیلیا میخوان برن مدرسه و مامورهای پلیس ازش سوال میکنن که شب قبلی پدرتون کجا بوده، چون اونم مظنونه. جیمی عصبانی میشه و میگه پدرم هیچ وقت به اون آسیبی نمیرسونه و مامور پلیس که اسمش کارا میگه مادر تو با کریس که پادکست جنایی میسازه خیلی صحبت میکردن، شاید با هم رابطه داشتن و پدرت این بلا رو سرش آورده. بعد مدرسه هم جیمی و دوستش امیلیا به یه نمایشگاه علمی میرن که اونجا امیلیا توضیح میده دفتر مامانم لورنو پیدا کرده بودم و فهمیدم داشته در مورد ماشین زمان تحقیق میکرده. منم سعی کردم اونو بتونم بسازمش، ولی خب هنوز موفق نشدم. جیمی میگه اگه اینو درستش کنی من میتونم تو زمان سفر کنم، برگردم به سال 87 و جلوی اون قاتل رو همون اول بگیرم، اینطوری مامان خودم هم دوباره زنده میشه. روز بعدی جیمی با کریس قراری توی کافه میذاره و هم که میبینتش میگه تو با مادرم تو رابطه بودی یا نه. کریس هم یفه بهش برمیخوره و میگه نه به هیچ وجه، من با مادرت فقط صحبت میکردم چون اونم مثل من میخواست که این جریان قتل رو یه جوری حلش بکنه و بفهمیم کی قاتل اصلیه. بعدم یه کاغذی رو بهش نشون میده که نوشته نفر بعدی توی و یه روز میام سراغت. به جیمی میگه که مادرت اینو بعد از قتل آخرین نفر دریافت کرده بود و برای همینم خیلی میترسیده. شب که شده جیمی با امیلیا قرار میذاره تا برن روی ماشین زمانش کار کنن و وقتی که به نمایشگاه میرسن یه رفیق قاتل ماسکدار سر میرسه و دنبال جیمی راه میفته. امیلی میدوه کسی کمک بگیره ولی هیچ کسی نیست و جیمی هم همینطوری فرار میکنه و وسط درگیری وارد ماشین زمان میشه و سعی میکنه از خودش دفاع کنه. اینجا دکمه رو میزنه اما هیچ اتفاقی نمیفته و قاتل هم میاد بهش ضربه چاقو بزنه که چاقو شرفی وارد دستگاه میشه و جریان برق خیلی بیشتری تولید میکنه که در نتیجه اتفاقات عجیب و غریب میفته. همه چیز میچرخه و جیمی یه رفیق خودش رو توی سال 1987 میبینه. اینجا از مردم سوال میکنه و بالاخره یکی رو پیدا میکنه که مادرش پم رو میشناسه و بهش میگه الان توی دبیرستان داره درس میخونه. با کمک اون به دبیرستان میره و میره داخل و خیلی راحت هم اونجا قبولش میکنن و میگه از کانادا اومدم میخوام درس بخونم. الان هم زنگ ورزش و همین که لباسش میپوشه و میره داخل با سه تا دختری که گفتم یعنی هدر، ماریسا و تیفانی آشنا میشه. میخوام وسطی بازی بکنن که اینجا دنبال مادر خودش میگرده و شوکه میشه. مادرش پم توی دبیرستان یه آدم خیلی قلدر بوده که کلی هم توپ طرفش پرت میکنه و همینطوری بهش فوش میده. با پایان زنگ ورزش جیمی داره دماغش خون میاد که متوجه میشه این سه تا دختر همراه مادرش قرار امشب یه تولد برای تیفانی بگیرن. اینم یادش میاد که تیفانی توی سال 1987 دقیقاً همین روز توی گاراژ خونش که جونش رو از دست میده. سعی میکنه با مسخره کردن کاری کنه که تولدو کنسل کنن، ولی خب موفق نمیشه و برای همینم مجبوره که خودش هم به تولد بره. اینجا متوجه میشه که مادر دوستش امیلیا یا همون لورن توی همین مدرسه هم داره درس میخونه. برای همینم اونو میکشه کنار و براش توضیح میده که من از سال 2023 به اینجا اومدم. تو اون سال دخترتو امیلیا از دفتر مخفی که داری ماشین زمان رو تکمیل کرد
میگرده و منو به اینجا فرستاده. لورن یکم شوکه میشه چون هیچ کسی از دفترش خبر نداره و برای همینم حرف جیمی رو باور میکنه و قبول میکنه که کمکش کنه. با هم به شهر بازی میرن. جیمی روی ماشین زمان که شبیه یکی از باجه‌های عکس گرفتنه برچسب زده که کسی ازش استفاده نکنه. برای لورن توضیح میده که من با استفاده از این به اینجا اومدم و دستگاه کار نمیکرد، ولی وقتی که چاقوی قاتل به اینجا خورد طرفی همه چیز حرکت کرد. لورن هم میگه حتما رسانه‌ای ضعیفی داره و با استفاده از اون مشکلش حل شده. بعدم میگه من میتونم اینو درستش کنم، ولی وقتی داشتم طراحیش میکردم میدونستم الان نمیشه استفاده کرد چون به یه موجهای عجیبی نیاز داره که هنوز اختراع نشده. و جیمی هم میگه آره، با استفاده از وای فای بود که دستگاه فعال شد. میایم به سال 2023. مامورهای پلیس دور نمایشگاه رو بستن و در حال تحقیق برای پیدا کردن جیمی هن. امیلیا میاد بهشون میگه که اون با استفاده از ماشین زمان من سفر کرده، که مامور پلیس و پدر جیمی بهش میخندن. فقط از اون طرف کریس هم این حرفو میشنوه و خیلی کنجکاو میشه که برای پادکستش حرفای امیلیو بشنوه. برمیگردیم به سال 87. جیمی همراه لورن به همون تولد تیفانی میخوان برن و اینجا با پسری به اسم داگ هم آشنا میشیم که همه مسخره و ازش قلدری میکنن. اینا میفهمیم که داگ توی 2023 مدیر کل مدرسه بوده. با کمک اون از دیوار میپرن بالا و میرن داخل تولد. جیمی خیلی براش دیدن خزبازی مردم عجیبه و این وسط با یه پسر خیلی خوشهیکل هم آشنا میشه که دیرف لورن بهش میگه این بلیکه، یعنی پدر خود جیمی. جیمی میفهمه که پدرش تو اون سال با تیفانی در رابطه بوده که همین امشب قرار جونش رو از دست بده. لورن هم میگه که تیفانی و بلیک کلا خیلی به هم خیانت میکردن و جیمی هم توضیح میده که آره، پدر و مادر منم بعد از کالج تازه با هم وارد رابطه شده بودن. به هر حال جیمی سمت اکیپ مادرش و همون رفیقاش میره و سعی میکنه که اونا رو قانع کنه تیفانی و اصلا امشب تنها نذارن و همشون پیش هم دیگه باشن. اونا هم باز مسخرهش میکنن. ساعتی بعد میبینیم که تیفانی با یه پسر دیگه رفته تو اتاقش و داره به بلیک خیانت میکنه. یه لحظه میره توی دستشویی، وقتی برمیگرده دیگه پسر از اتاق رفته بیرون، اما در کمد بازه و یه دفعه مرد ماسکداری میاد بیرون. فکر میکنه همون پسر است، ولی مرد میاد جلو، چاقویی میکشه و یه دفعه با چند تا ضربه جونش رو میگیره. دقیقاً 16 تا ضربه چاقو. جیمی از اینکه نتونسته جلوشو بگیره خیلی عصبانیه، ولی اینم براش عجیبه که قرار بود توی گاراژ این دختر جونش رو از دست بده. انگاری الان تاریخ رو عوضش کرده. فقط به خاطر اینکه خودش تو گاراژ میچرخید و کاری کرده بود که تیفانی و پسر مجبورشن به اتاق بالا برن. بعد پایان بازجویی‌های پلیس، پم داره گریه میکنه و تنهایی میره خونه‌شون که جیمی و لورن میرن سمتش. پم از جیمی میپرسه که تو از کجا میدونی قرار اتفاق بدی بیفته؟ و پم هم برای اینکه باورش کنه میگه من یه سری قدرت ماوراءطبیعی دارم و همه چیزو پیشگویی میکنم. این قضیه هم قرار نیست تموم شه و کل اکیپتون توسط این مرد جونش رو قرار از دست بده. پم دیگه باورش میکنه و ستایی به خونه میرن و یکم صحبت میکنن تا بفهمن چی کاری دستشون برمیاد. وقتی جیمی از پم میپرسه کی از شما متنفر و ممکنه این کارو انجام بده، پم اسم 100 نفر رو میاره چون انقدر اکیپشون با بقیه بدن خیلی ازشون متنفرن. میایم دوباره به سال 2023. امیلیا همچنان داره سعی میکنه ماشین زمانش رو درست کنه تا کمک دوستش بره. کریس به دیدنش میاد و براش توضیح میده که یه اتفاق عجیب افتاده. من مطمئنم که تیفانی جونش توی گاراژ از دست داده بود، ولی الان انگاری همه تحقیقات و همه چیز عوض شده و به ما میگن که توی اتاق خواب جونش رو از دست داده. امیلیا هم توضیح میده که به این میگن اثر ماندلا، یه خاطره‌ای که همه مطمئنن درست بوده، ولی همه شواهد چیز دیگه‌ای رو میگن، انگاری یه دفعه‌ای تاریخ تغییر کرده. این به نظرم ثابت میکنه که جیمی تونسته توی زمان سفر کنه. بعدم عکس‌های همون سالو نگاه میکنم و توی یکیشون یه دفعه امیلیا جیمی رو میبینه و مطمئن میشه که سالم مونده. برمیگردیم به سال 87. جیمی میفهمه که اکیپ مادرش و دوستاش قراره برن به یه کلبه توی جنگل که شب رو اونجا بگذرونن و میدونه که قتل بعدی قراره اونجا اتفاق بیفته. حالا با کمک پم که فکر میکنه جیمی قدرت پیشگویی داره، بقیه رو قانع میکنن که اونجا نرن. ماریسا پیشنهاد میده که بریم خونه مام بابای من، اونجا الان خالیه. سر یکی از کلاس‌ها هم جیمی با پسری به اسم دیمر همگروه میشه. پسری که داره نقاشی‌های عجیب غریب میکشه و خطش شبیه همون نامه‌ایه که تو سال 2023 دیده بود. بعد مدرسه هم بچه‌ها میان دنبال جیمی و به سمت خونه پدر مادر ماریسا میرن. تو راه جیمی سوال میکنه در مورد دیمن چی میدونید. اونا میگن که برادر دختری به اسم تیریش خپل بود. میفهمیم که این گروه خیلی این دختر به خاطر چاق بودنش و خیلی چیزا مسخره میکردن و در آخر توی تصادف جونش رو از دست داده. این حرف دیمن رو به یکی از مظنون‌های جیمی تبدیل میکنه چون به هر حال انگیزش رو داشته. وقتی به مقصد میرسن جیمی شوکه میشه چون این خونه هم دقیقاً وسط جنگل و دقیقاً عکس شبیه همون پرونده‌ای هست که دیده بود. با عصبانیت میگه من نگفتم تو جنگل نیاید. ماریسا هم گفت خونه پدر و مادرم خیلی جای خوبیه، نمیدونستم اینجا رو منظورت نیای. حالا ماشین دیگه هم سر میرسه که بلیک و چند تا دیگه از پسران رو کلا مشغول بودن که اینجا اشغال کنن. اشتباه دیگه جیمی هم این بوده که وقتی داشته با پمپ صحبت میکرده بهش اشاره کرده که تو با بلیک میری توی رابطه و از همین الان این دو نفر با هم دیگه خیلی دارن لاس میزنن و توی اشغالن، به جای اینکه از کالج تازه رابطه‌شون رو شروع کنن. به هر حال میلن داخل جیمی سعی میکنه قانعشون کنن که به هیچ وجه امشب ماریسا رو نباید تنها بذارید و همیشه باید کنارش باشید. همه دیگه مشغول شدن و یکی از پسرا یه رفیق جیمی رو میندازه بیرون و میگه تو یاری گم میزنی به فازمون. در همین حال ماریسا و یکی از پسرا
پیش همن، اما حالا هدری که تو اتاقش تنها و این بار مرد روانی سراغ اون میره. خیلی زودم پرتش میکنه پایین و قبل از اینکه بقیه بتونن کمکی برسونن با 16 تا ضربه چاقو جونش رو میگیره. بقیه سر میرسن و با قاتل درگیر میشن، اما بازم کافی نیست چون این روانی خیلی حرکت‌های رزمی بلده و موفق میشه که از خونه فرار کنه. با رسیدن مامورهای پلیس، جیمی دستمال کاغذی خونی رو بهشون نشون میده و میگه اگه اینو بررسی کنی دی ان ای قاتل روشه. اونا میخندن و اصلا نمیدونن دی ان ای چی هست. یه بار دیگه هم تاریخ عوض شده چون به جای ماریسا امشب هدر جونش رو از دست داده. روز بعدی جیمی سعی میکنه دیمن رو تعقیب کنه و وارد ون اون میشه، اما با چیزی که فکر میکرد فرق داره چون دیمن فقط یه آدم خرخونه که عشق بازی و اصلا نقشی توی این داستان نداره. یه بار دیگه هم داگو میبینیم که مثل مبصرا بهشون میگه باید از محیط مدرسه برید بیرون چون الان خطرناکه و خب کلا از همون اول عشق مدیریت بوده. امشب شب هالووینه، جایی که آخرین قتل سال 87 اتفاق افتاده بود و دیگه همه جیمی رو باور دارن. جیمی میگه من توی خوابم پیشگویی کرده بودم که نفر بعدی توی همین امشب توی شهر بازی که جونش رو از دست میده. برای همین میخوام ماریسا رو به عنوان تومه قرارش بدن تا طرف بیاد سمتش و موقع بریزن سرش و جونش رو بگیرن. لورن هم جیمی رو کنار میکشه و بهش میگه من بالاخره ماشین زمان رو درستش کردم و فقط یه شرایطی داره، باید حتما امشب ازش استفاده بکنی چون اون انرژی وایفایی که گفتی و الان نداریم، اما امشب یه سری گزارشگر میاره میتونیم با استفاده از ماهواره اونها سفرتو شروع کنیم. از اون طرف تو سال 2023 امیلیا موفق میشه با کمک کریس ماشینش رو تکمیل کنه. تو سال 87 ماریسا رو میبینیم که داره به سمت یه اتاق فرار میره و از اون طرف هم روانی ماسکدار دنبالشه. بقیه بچه هم از قبل توی همینجا آمادن. روانی رو گیر میرن و به اتاق میکشنش و جیمی ضربه چاقویی به کمرش میزنه اما نمیمیره. حالا یکی دیگه از بچه‌ها به اسم کارا موفق میشه با ضربه داست جونش رو بگیره. یادتون باشه کارا توی سال 2023 همون مامور پلیس بود. بالاخره ماسک این قاتل رو کنار میزنه و شوکه میشن. اون همون داگی که توی سال 2023 مدیر مدرسه بود. بقیه بچه‌ها تعریف میکنن اون تیریش خپل که ما مسخرهش میکردیم، همه میگفتن که دوست پسر داره و یعنی با داگ توی رابطه بوده، ولی ما باورش نمیکردیم. ماریسا توضیح میده که یه شایعه‌ای هم بود که تیریش خپل با یکی از مربیای مدرسه توی رابطه است. برای همینم هم من و بچه‌ها یه بار دور همی گرفتیم و تیریش رو دعوت کردیم تا از زیر زبونش حقیقتو بکشیم. کلی هم بهش مشروب دادیم و در آخر همونطوری با گریه سوار ماشین شد و رفت که تصادف کرد و جونش رو از دست داد. حالا میفهمیم که تیریش اون شب به دوست پسرش داگ جریانو گفته بوده و بعد اتفاقی که براش میفته داگ تصمیم گرفته انتقامش رو بگیره. جیمی خیلی از مادرش عصبانی میشه که انقدر قلدربازی درآورده که جون یه نفر رو گرفته، ولی مادرش پم میگه که من اصلا اون شب اونجا نبودم، با تیفانی دعوام شده بود و بقیه بچه‌ها این دور همی رو برقرار کردن. جیمی حالا کاغذی که کریس بهش داده بود درمیاره و میگه اگه تو واقعا کاری نکردی پس چرا داگ برات این نامه رو گذاشته بوده. همین لحظه است که میبینیم یه ماسک داره دیگه سر میرسه و جون ماریسا رو با یه ضربه چاقو میگیره. بچه‌ها پا به فرار میزنن، این وسط روانی ماسک دار جون خبرنگار رو هم جلوی دوربین میگیره. دقت کنید این خبرنگار در اصل پدر کریس توی سال 2023 و جفتشون توی همین جریانای جنایی کلا تحقیقات میکردن. جیمی با کمک لورن سوار ماشین زمانش میشه و لورن توضیح میده که باید وسطش وایسی و الا انقدر جریان زیاده که پرت بشی به دیوار و کلا منفجر میشی. همین لحظه است که روانی ماسک دار هم سوار ماشین میشه و جیمی دوستش لورن رو میندازه بیرون. حالا دو تایی با هم دیگه درگیر شدن که یه رفیع پم هم میپره داخل و با روانی درگیر میشه. دستگاه داره با سرعت میچرخه و یه لحظه همشون به اطراف پرت میشن، اما روانی موفق میشه سر جاش وایسته و به طرف پم حمله میکنه تا جونش رو بگیره. یه ضربه چاقو هم بهش میزنه، اما همین لحظه جیمی بالاخره درو باز میکنه و پم رو میندازه بیرون. اینجاست که بالاخره ماسک این روانی کنار میره و جیمی چهرهشو میبینه. اون کسی نیست جز کریس، کسی که توی سال 2023 اون پادکستر رو ساخته بود. میفهمیم بعد از اینکه امیلیا ماشین زمانو میسازه، کریس جونش رو میگیره و با استفاده از اون به اینجا میاد تا جلوی تغییر زمان رو بگیره. کریس نمیدونسته که در اصل داگ همه این کارها رو انجام داده، ولی میدونسته که اگه جریان رو جیمی متوقف بکنه دیگه هیچ کسی به پادکستش توی 2023 گوش نمیده. از اون طرف هم تو 2023 همه میگفتن که پدر کریس خیلی آدم خوبیه و خودش خیلی الکی میخواد معروف بشه. برای همینم انقدر پدرش کینه داشته که الان جلوی دوربین جونش رو گرفته بود. حتی اون نامه‌ای هم که تو سال 2023 به جیمی داد و الکی خودش نوشته بوده تا اینطوری آب و تاب پادکستش رو زیاد بکنه و هیچ دلیل دیگه ای نداشته. کریس و جیمی دوباره با هم که درگیر میشن و جیمی یه رفعه دستگاه میخ پرتکن در میاره و با چند تا ضربه موفق میشه جون کریس رو بگیره. همین لحظه هم پرت میشه به دیواره دستگاه و در نتیجه منفجر میشه. بالاخره دستگاه وامیسته و جیمی به 2023 برگشته، ولی یک روز قبل هالووین. وقتی میره خونهشون با دیدن مادرش اشک شوق ازش میریزه. پدرش هم همچنان همون بلکه و خیلی خوشحال میشه. لورن و امیلیا هم همینجا هم و لورن با دیدن جیمی اونو میکشه بیرون تا باهاش صحبت کنه. جیمی براش توضیح میده که اون روانی کریس به دو جونشو گرفته و همه چیز تموم شده. لورن هم بهش دفتریو میده و میگه با توجه به چیزایی که اون موقع برام تعریف کرده بودی الان زمان کم تغییر کرده چون تو تغییرش دادی و توی این همه چیزو نوشتم که موقع چیزی رو از دست ندی. از جمله اینکه پدر و مادرش زودتر از چیزی که قبلا بود با هم آشنا شدن و در نتیجه حالا یه برادر
بزرگترم داره و اسمش جیمیه و اسم خودش هم حالا عوض شده و گذاشتن کلت، یا اینکه حالا یکی دیگه پسرای اسکول مدرسه‌شون مدیر اینجا شده. چیز دیگه اینه که بعد قتل اون خبرنگار جلو دوروین، پسرش کریس توی این دنیا افسرده شده و رفته توی نپال و حالا به عنوان یه راهبه داره زندگی میکنه. خلاصه که دیگه همه چیز خوبه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. داستان این فیلم ازم خیلی سرگرم کننده و جالبه و خوب میاد سفر در زمان رو به نمایش میذاره. کم پیش میاد اینجور فیلم ها بیان به همه جنبه های سفر در زمان اشاره کنن، ولی خب توی این اتفاق میفته. یعنی ما قشنگ میبینیم که چجوری وارد یه دنیای دیگه میشه انگاری و تمام خط داستانی تغییر میکنه. تمام جزئیات کوچیک از جمله اینکه پدر و مادر با هم زود تراشه شدن چه اتفاقاتی افتاده، یا مثلا اینکه همچنان با امیلیا دوست صمیمی ان یا نه، تویستی هم که توی فیلم اتفاق میفته و میفهمیم کریس به زمان برگشته تا بتونه جلوی جیمی رو بگیره، به نظرم خیلی جالبه چون قبلش فکر میکنم همه چیز تموم شده ولی نه، ادامه داره. به هر حال توتال کریر یکی از فیلم های خوب 2023 بودش، خیلی هم بازخورد خوبی گرفته بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتون هم گلسی.